البته مهمترین خبرها. دیدار امیرخان متقی با سفیر ژاپن در کابل. امیرخان متقی در این دیدار میگوید جهان نباید از دستاوردهای امارت اسلامی چشم پوشی کند، بل راهکار برای حرکت در جهت مثبت ارائه کند. اگر طالبان به این موارد به گونه جدی توجه کنند، این خود میتواند زمینه های به رسمیت شناسی طالبان را به عنوان یک دولت فراهم بسازد. پیش شرط پاکستان مبنی بر رسمیت شناسی امارت اسلامی از سوی جهان. نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان رسمیت شناسی حکومت سرپرست را مشروط بر ایجاد محیط مناسب در این کشور می داند. آمادگی یک شرکت چینی برای سرمایه گذاری در افغانستان. ارگ از سرمایه گذاری یک شرکت چینی به ارزش 350 میلیون دلار آمریکایی در افغانستان خبر داده است. عواید داخلی باید به خاطر رشد اقتصاد به مصرف برسه، حرکت های اقتصادی ما داشته باشیم، برای فعال کردن عاملین جی دی پی ما توجه بکنیم. و رقابت تنگاتنگ پلتفرم های تریدز و تویتر. تویتر از باز کردن دعوای حقوقی در برابر متا خبر داده است. درود و مهر بر شما. من طیبه صدیقی هستم و شما هم بیننده این ساعت خبری با من از یک هستید. امروز جمعه برابر است با 16 سرطان سال 1402 خورشیدی. مشروع خبرها. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه در دیدار با تاکاشی اوکادا سفیر ژاپن در کابل میگوید جهان نباید از دستاوردهای امارت اسلامی چشم پوشی کند، بل راهکار برای حرکت در جهت مثبت ارائه کند. سرپرست وزارت امور خارجه در این دیدار با سفیر ژاپن برای افغانستان همچنان بر نیاز برای تعامل و گسترش همکاری ها تاکید کرده است. در همین حال سفارت ژاپن در کابل در توییت میگوید که سفیر این کشور در این دیدار با امیرخان متقی بر اهمیت حکومت داری بهتر از جمله آموزش و کار بانوان و ایجاد اعتماد متقابل میان امارت اسلامی و جامعه جهانی تأکید کرده است. جهان نباید از دستاوردهای امارات اسلامی چشم پوشی کند. وزارت امور خارجه امارات اسلامی از دیدار امیرخان متقی سرپرست این وزارت با تاکاشی اوکادا سفیر ژاپن برای افغانستان خبر داده است. مسئولان این وزارت میگویند آقای متقی در دیدار با سفیر اوکادا گفته که جهان نباید از دستاوردهای امارات اسلامی از جمله در بخش‌های امنیت، مواد مخدر، بهداشت و دیگر بخش‌ها چشم پوشی کند، بل راهکار برای حرکت در جهت مثبت ارائه کند. وزیر امور خارجه گفت که جهانیان نباید از دستاوردها در راستای تامین امنیت، مواد مخدر، آموزش، معالجه معتادین، خدمات صحی و سایر بخش‌ها چشم پوشی کند، بلکه راهکاری را انتخاب کند که به حمایت آن به جهت مثبت حرکت کنیم. جهان، ملل متحد، کشورها هم سایر کشورها هم منطقه به شمول ژاپن نمیتوانند در صورت عدم ارائه حقوق بشر و یا نقص حقوق بشر مانند بازداشت خانم از کار و دخترها از تعلیم خلاف اعلامیه حقوق بشر 1948 بیان با افغانستان را به رسمیت بشناسند یا تعامل کنند یا همکاری کنند. غیر مستقیم به خاطر منافع خود همکاری دارند. در همین حال سفارت ژاپن در کابل هم در توییت میگوید که سفیر اوکادا در دیدار با امیرخان متقی بر اهمیت حکومتداری بهتر از جمله آموزش و کار بانوان و ایجاد اعتماد متقابل میان امارات اسلامی و جامعه جهانی تاکید کرده است. سفیر اوکادا با امیرخان متقی ملاقات کرد و تلاش‌های بین المللی برای کمک به مردم افغانستان را تشریح کرد. او بر اهمیت حکومتداری بهتر از جمله آموزش و اشتغال دختران و بانوان و ایجاد اعتماد متقابل میان افغانستان و جامعه بین المللی تاکید کرد. دیدار سفیر ژاپن با امیرخان متقی و تاکید او بر شکل گیری حکومتداری خوب، مسائل حقوق بشری و حقوق زنان
از جمله موضوعاتی است که منطقه و جامعه جهانی هم واره بر او تاکید کرده و اگر طالبان به این موارد به گونه جدی توجه کنند، این خود میتونه زمینه های به رسمیت شناسی طالبان را به عنوان یک دولت فراهم بسازه. در صورت توجه نکردن به این موضوعات، ما فکر میکنم که طالبان در انزوای بیشتر قرار گرفته و افغانستان وارد بحران های جدی خواهد شد. این در حال است که دو طرف همچنان بر نیاز تعامل و گسترش همکاری ها میان کشورهای جهان و امارات اسلامی تاکید کردند. مسئولان شرکت فانچینا افغان از سرمایه گذاری 350 میلیون دلار آمریکایی در بخش های تولید برق، ساخت کارخانه سمنت و بهداشت در افغانستان خبر دادند. اکبر نشر خبرنامه گفته که مسئولان این شرکت در دیدار با عبدالکبیر معاون سیاسی و سرپرست ریاست وزیران امارات اسلامی، پیشنهادهای خود را به هدف تشویق بازرگانان و جلب سرمایه گذاری های آنان در افغانستان شریک کردند. از سوی هم سرپرست ریاست وزیران در این دیدار اطمینان داده که امارت اسلامی و چالش های مالی تمامی شرکت ها و سرمایه گذاران کشور توجه داشته و به موقع به آنان رسیدگی خواهد کرد. صفی ناصری گزارش می دهد. آمادگی یک شرکت چینی برای سرمایه گذاری در افغانستان. ارگ با نشر خبرنامه ای گفته که مسئولان شرکت فانچینا افغان در دیدار با عبدالکبیر معاون سیاسی و سرپرست رئیس وزیران پیشنهادهای خود را به هدف تشویق بازرگانان و جلب سرمایه گذاری آنان در افغانستان شریک کردند. مسئولان این شرکت در دیدار با سرپرست ریاست وزیران از سرمایه گذاری 150 میلیون دلار در بخش های تولید برق، ساخت کارخانه سمنت و بخش بهداشت در افغانستان خبر دادند. مسئولان شرکت فانچینا افغان در دیدار با سرپرست ریاست وزیران امارات اسلامی در مورد فعالیت‌ها و خدمات خود در افغانستان معلومات ارائه کرده و اطمینان دادند که در چند ماه آینده حدود 350 میلیون دلار در بخش‌های تولید برق، ساخت کارخانه سمنت و بخش بهداشت در افغانستان سرمایه‌گذاری خواهند کرد. بر بنیاد اعلامیه ارک، مسئولان این شرکت همچنان تاکید کردند که علاقه‌مند سرمایه‌گذاری بیشتر و پلان‌های عملیاتی در افغانستان هستند. عواید داخلی باید به خاطر رشد اقتصاد به مصرف برسه. حرکت های اقتصادی ما داشته باشیم، برای فعال کردن عاملین جی دی پی ما توجه بکنیم که برای رشد اقتصاد، بهبود تجارت و گسترش روابط تجاری ما مفید و مؤثر واقع میشه. پروژه های زیربنایی از این کمک هایی که در طول دو سال گذشته در افغانستان صورت گرفته فقط حرکت های مسئولیت غذایی بوده که قطعا به خاطر ثبات اقتصاد مؤثر واقع نمیشه. عبدالکبیر سرپرست ریاست وزیران همچنان در این دیدار اطمینان داده که امارت اسلامی به چالش‌های مالی تمامی شرکت‌ها و سرمایه گذاران کشور توجه داشته و به موقع به آنان رسیدگی خواهد کرد. بیشتر اگر تارگیت ما کشورهای پرنفوذ مانند چین و هند باشه، به منظور صادرات و سرمایه گذاری و داشتن تعاملات تجارتی و اقتصادی دارای مزیت است، چرا که به اساس تئوری‌های اقتصادی در هر نقطه‌ای که نفوس بیشتر باشه در اون نقطه تعاملات اقتصادی و تجارتی بیشتر میتونه که شکل بگیره. از سوی هم آقای عبدالکبیر در این دیدار گفته که بهتر از هر زمان دیگر فرصت برای سرمایه گذاری در افغانستان وجود داشته و از تمامی سرمایه گذاران داخلی و خارجی میخواهد تا از این فرصت استفاده کنند. نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در گفتگو با یک رسانه پاکستانی گفته که بر رسمیت شناسی حکومت سرپرست افغانستان تنها از سوی پاکستان کافی نیست و باید تمام کشورهای همسایه این کار را به طور همزمان انجام دهند. و همچنان اضافه کرده که برای بر رسمیت شناسی حکومت کنونی افغانستان در نخست محیط مناسب فراهم شود و اوضاع این کشور بهتر شود. در ادامه نماینده ویژه پاکستان گفته که تحریک طالبان پاکستانی یک نگرانی مشترک است که باید به طور جمعی به این موضوع بپردازیم، زیرا به بهبود وضعیت امنیتی هر دو کشور کمک خواهد کرد. در سوی دیگر مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در واکنش به اظهارات پسین جو بایدن رئیس جمهور این کشور در رابطه با سرکوب القاعده گفته که اظهارات بایدن تلاشی برای زمینه سازی بر رسمیت شناسی امارت اسلامی از سوی آمریکاست. آقای مک‌کال تاکید میکند که تلاش میکند تا اجازه ندهد حکومت سرپرست افغانستان بر رسمیت شناخته شود. مسئله بر رسمیت شناسی امارت اسلامی. آصف علی درانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در گفتگو با دیفنس جورنال گفته است که روند بر رسمیت شناسی حکومت سرپرست
باید به گونه همزمان از سوی تمام کشورهای همسایه انجام شود. به رسمیت شناسی حکومت سرپرست افغانستان تنها از سوی پاکستان کافی نیست. باید تمام کشورهای همسایه این کار را به گونه همزمان انجام دهند و ایجاب می کند تا برای به رسمیت شناسی حکومت کنونی افغانستان محیط مناسب فراهم شود و اوضاع این کشور بهتر شود. در ادامه آقای درانی گفته است که تحریک طالبان پاکستانی یک نگرانی مشترک است که باید به طور جمعی به این موضوع بپردازیم، زیرا به بهبود وضعیت امنیتی هر دو کشور کمک خواهد کرد. با این حال پس از اظهارات جو بایدن رئیس جمهور آمریکا که گفته بود حکومت سرپرست افغانستان القاعده را سرکوب کرده است، مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجه مجلس نمایندگان آمریکا در واکنش به اظهارات بایدن میگوید اظهارات بایدن دور از واقعیت است و تلاش برای زمینه‌سازی به رسمیت شناسی این کشور از سوی آمریکاست. آقای مک‌کال تاکید کرده است که تلاش می‌کند تا اجازه ندهد حکومت کنونی افغانستان به رسمیت شناخته شود. ولی متاسفانه با گذشت 2 سال طالبان نشان دادند که اقتدارگرایی و تمرکز قدرت در دست یک گروه خاص و از طرف دیگر وضع محدودیت‌های بسیار چشمگیر و وحشتناک برای نصف نفوس افغانستان کار به رسمیت شناسی طالبان به مشکل رس کشیده و کشورهای منطقه هم جرأت به رسمیت شناسی را ندارند، زیرا اینکه کشورهای قدرتمند جهان مانند ایالات متحده آمریکا و متحدین اروپایی از او علاقمندی به رسمیت شناسی طالبان را ندارند. این در حال است که اخیراً معاون پیشین سفارت آمریکا در افغانستان ادعا کرده است که روابط حکومت سرپرست و استخبارات آمریکا واقعیت پنهانی نیست، موردی که امارت اسلامی همواره آن را رد کرده و تاکید کرده است که در افغانستان هیچ گروه هراس افغان فعال نبوده و از خاک این کشور بر ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد. کاردار سفارت بریتانیا در افغانستان میگوید که لندن برای یک افغانستان امن و مرفه و دسترسی بانوان و دختران به حقشان از جمله آموزش همکاری میکند. کاردار سفارت بریتانیا برای افغانستان در توییت گفته که بیش از 28 میلیون افغان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند و وضعیت اقتصادی تاریک به نظر می رسد، اما افزوده که لندن پس از اگست 2021 تا کنون بیش از 650 میلیون دلار کمک های بشر دوستانه را در افغانستان انجام داده است. با این حال ارک نیز در توییت گفته که کاردار بریتانیا در دیدار با عبدالکبیر سرپرست ریاست وزیران ثبات در افغانستان را به نفع جهان خوانده و خواهان تعامل مثبت با امارت اسلامی شده است. از افزایش چالش های بشری تا خواست ها برای به رسمیت شناسی امارت اسلامی، کاردار سفارت بریتانیا برای افغانستان در توییت گفته که لندن برای یک افغانستان امن و مرفه و دسترسی بانوان و دختران به حقشان از جمله آموزش همکاری میکند. کاردار سفارت بریتانیا افزوده که افغانستان همچنان یکی از بدترین بحران های بشر دوستانه جهان را تجربه میکند و سبب آن را نیم قرن درگیری، خشکسالی و بدتر شدن آب و هوا میداند. سفر من نشان دهنده تعهد بریتانیا با آینده مثبت برای افغانستان بود. ما همچنان به همکاری با بانوان و دختران افغان ادامه خواهیم داد تا بتوانند به تمام حقهای خود دست یابند و برای افغانستان امن و مرفه با طالبان همکاری میکنیم. از سوی هم به گفته کاردار بریتانیا بیش از 28 میلیون افغان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند و وضعیت اقتصادی تاریک به نظر میرسد، اما کمک های بشر دوستانه ما پس از آگست 2021 تا کنون بیش از 650 میلیون دلار شده است. در برطانوی دیپلمات سر طالب مشران و ملاقات خپل ذات کې یو مثبت عمل دی، مګر دا ملاقاتونه تر هغه وخت پورې نتیجه نه سر کولای تر څو پورې چې په افغانستان کې یو مشروع قانونمند حکومت نوی ایجاد شوی، یو داسې حکومت چې هم د خپل خلکو سره ګډه ژبه پیدا کړي او هم د خارجانو سره مشترک جبه تلاسک. در این دیدار دو طرف توافق کردند تا اقدام های عملی در زمین بهبود وضعیت بهداشتی و آموزشی برای همه در افغانستان، مبارزه با مواد مخدر، بهبود امنیت و کاهش فساد انجام دهند. نشست ها و دیدار های مقام های کشور منطقه و جهان که در ارتباط وضعیت فعلی سیاسی و اقتصادی کشور ما صورت میگیرد یک گام نیک می باشد، اما در صورتی که همچون نشست ها صرف برای میدیا و بروی کاغذ نباشد
باید قدمای عملی برداشته شود. ارگ نیز از دیدار عبدالکبیر معاون سیاسی و سرپرست ریاست وزیران با رابرت چتلتن دکسن کاردار سفارت بریتانیا در افغانستان گفته که در نتیجه تلاش های امارت اسلامی از فساد و سایر نابسامانی ها جلوگیری شده و شفافیت در همه زمینه ها ایجاد شده است. و در مهمترین های امروز جهان هم همزمان با شروع قدرتمند اپلیکیشن جدید میتا، تویتر از باز کردن دعوای حقوقی مبنی بر اختلاس سیستماتیک، عمدی و غیر قانونی اسرار تجاری این پلتفرم خبر داده است. در همین حال رویترز نیز از فرستادن مهمات خوشه‌ای امریکا و اوکراین که در بیش از 120 کشور جهان ممنوع است خبر داده است. با این حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با دعوت همتای ترکیه‌اش به این کشور سفر کند و انتظار می رود در این دیدار روی توافق ترکیه و سازمان ملل متحد با روسیه برای اجازه ارسال غله های اوکراین از گذرگاه بحیره سیاه تمرکز شود و اتحادیه اروپا هم از برداشتن گام ها برای افزایش تولید اسلحه و مهمات خبر داده است. جزئیات بیشتر در بسته خبری. یک روز پس از آنکه ترتس از سوی متا ایجاد شد و به سرعت میلیون ها کاربر را جذب کرد، اکنون تویتر تهدید کرده که در برابر متا به دلیل اختلاس سیستماتیک، عمدی و غیر قانونی اسرار تجاری این پلتفرم دعوای حقوقی باز می کند. وکیل تویتر در نامه به مارک زاکربرگ گفته که تویتر نگرانی های جدی دارد که متا از اسرار تجاری و سایر دارایی های معنوی این شرکت سوء استفاده کرده است. در همین حال ایلان ماسک مالک تویتر با نشر تویتر گفت که رقابت خوب است اما تقلب نه. در این نامه همچنان متا به استخدام ده‌ها کارمند پیشین تویتر متهم شده که پس از خرید این شبکه اجتماعی از سوی ماسک اخراج شدند. وکیل تویتر گفته که استخدام این کارمندان که به اطلاعات و اسرار تجاری محرمانه پرنده آبی دسترسی داشته و دارند غیر قانونی و نقض قوانین ایالتی و فدرال است. در این نامه تصریح شده که تویتر قصد دارد حقوق مالکیت معنوی خود را به شدت اعمال کند و شرکت متا باید روند استفاده از اسرار تجاری تویتر از طریق کارمندان پیشین این شرکت را متوقف کند. در همین حال سخنگوی متا این اتهامات را به ویژه استخدام ده‌ها کارمند پیشین تویتر را رد کرده است. این در حالی است که ترتس شبکه اجتماعی رقیب تویتر با شروع قدرتمند یک شبه مرز 3 میلیون کاربر را رد کرد. رویترز از فرستادن مهمات خوشه‌ای آمریکا به اوکراین خبر داده است. سه مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفتند که آمریکا قصد دارد برای مقابله اوکراین با روسیه مهمات خوشه‌ای به این کشور ارسال کند. استفاده از این مهمات در بیش از 120 کشور جهان ممنوع است و دیدبان حقوق بشر نیز با اقدام آمریکا مخالفت کرده است. مقام های آمریکایی میگویند که بسته کمک تسلیحاتی شامل مهمات خوشه‌ای که با توپ 155 میلیمتری هویتز شلیک میشوند قرار است به اوکراین فرستاده شود. این مقام ها که نخواستند شناخته شوند گفتند که دست کم یک هفته این موضوع از سوی آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است. به گفته آنها قرار است امروز ارسال مهمات خوشه‌ای به اوکراین اعلام شود. با این حال کاخ سفید گفته که ارسال این مهمات به اوکراین در حال بررسی است. تصمیم آمریکا به ارسال مهمات خوشه‌ای به اوکراین با مخالفت گروه‌های حقوق بشری در آمریکا مواجه شده است. دیدبان حقوق بشر از روسیه و اوکراین خواسته است که از استفاده مهمات خوشه‌ای در جنگ خودداری کنند. این سازمان از آمریکا نیز خواست که این نوع مهمات را به اوکراین ارسال نکند. مهمات خوشه‌ای به گونه‌ای عمل می‌کند که می‌تواند با رهاسازی تعداد بمب‌های کوچک‌تر یک بخش وسیع را تحت تأثیر قرار دهد و جان غیر نظامیان را تهدید کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین به دعوت همتای ترکیه خود امروز وارد استانبول می شود. انتظار می رود در این ملاقات روی توافق ترکیه و سازمان ملل متحد با روسیه برای اجازه ارسال غله های اوکراین از گذرگاه بحیره سیاه تمرکز شود. روسیه اشاره کرد که امکان دارد این توافق را که میاد آن تا 10 روز دیگر خاتمه می یابد فسخ کند. توافق برای صادرات غله های اوکراین بین مقام های روسی و اوکراینی در جولای سال 2022 با نظارت سازمان ملل متحد و ترکیه در استانبول امضا شد. روسیه پیش از آن بندرهای اوکراین را محاصره کرده بود. در آستانه پایان یافتن این قرارداد، وزارت خارجه روسیه اعلام کرده که دلیل برای تمدید آن نمی‌بیند. پس از تهاجم اردوی روسیه به اوکراین، این نخستین باری است که زلنسکی به ترکیه سفر می‌کند و با همتای ترکیه خود دیدار خواهد کرد. همچنان انتظار می‌رود زلنسکی اردوغان را تحت فشار قرار دهد تا با عضویت سویدن در ناتو پیش از نشست 11 و 12 جولای در ویلنیوس چراغ سبز نشان دهد. و اتحادیه اروپا از افزایش تولید اسلحه و مهمات خبر داده است.
اتحادیه اروپا درباره طرح‌های به هدف افزایش تولید مهمات و راکت گام‌هایی را برداشته است. این پلان در داخل 27 کشور این اتحادیه به منظور دفاع از خود و همچنان کمک عاجل به اوکراین در تلاش برای عقب راندن تهاجم روسیه تحریزی شده است. ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا امروز اعلام کرد که کشورهای عضو پارلمان اتحادیه اروپا به توافق دست یافتند که تا 500 میلیارد یورو را به گونه فوری از بودجه خود برای قانون پشتیبانی از تولید مهمات اختصاص دهند. این توافق به دنبال تصمیم رهبران اتحادیه اروپا در ماه مارس برای افزایش تحویل مهمات مورد نیاز فوری به اوکراین صورت گرفته است. اکنون هم آب و هوای کابل و چند ولایت دیگر و نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی. خبرها در این ساعت. ممنون از توجه و همراهیتان. بقیه بقیه بر شما خوش. خدا نگهدار.